سلامونه سلامونه د ژوندون رادیو د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. قدرمن لیدونکو سحر مو په خیر شه. خدای دې وکړي چې سحر مو په خوشحالۍ سره شروع کړی اوسي. درنو لیدونکو د ژوندون مینهوالو په ژوندون کې به د ژوندون سحر خپرونې مینهوالو د ژوندون سحر خپرونه د خوشحالیم چې یو ځل بیا هم ستاسو سره په خپرونه کې درسره یم. درنو لیدونکو له خپل همکار نه الکوزي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم دا چې د خپرونې یوه برخه یې تاسو ته وړاندې کړله. ډېره زیاته مننه ترې کوم. او همدارنګه درنو لیدونکو په خپرونه کې زه یوازې نه یم، زما سره په تنګ کې مې زما درنه همکاره رحیمه جان هم راسره ده. نو د هر څه نه مخکې به ورشم، رحیمه جانې ته هم سحر په خیر به ورته وایم او تر څنګ به ښه راغلاست هم ورته وایم. رحیمه جانې سحر دې په خیر شه او خپرونې ته په خیر علي. سلام هیله جان، صبح خودت به خیر، سلامت باشي. به نام یاد خدا سلام و درود خدمت بیننده های تلویزیون ژوندون و برنامه ژوندون سحر. سپاسگزاری میکنم از همکار ما الکوزای صاحب که تا یک ساعت پیش برنامه را به شما تقدیم کرد و وقت گذاشت بر ما و همکارم هیله جان. خدا کنه یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین و همچنان یک صبح باشه که پر انرژی باشه، صبح باشه که همه به اهدافی که به امروز تعیین کردین برسین به اهدافتان. هیله جان خودت همچنان خدا کنه صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشی. چگونه صبح آغاز کردی؟ چگونه بود یک صبح را که امروز آغاز کردی؟ تفاوتش با صبح های دیگه چگونه بوده؟ دیر زیاده من نکم رحیمه جانی، سحر خمی دیر خوش رو کرده پل مولی سر که خوش را پاسی گو الحمدلله منگو تاز خو مسلمانان سنو پل اغا منز و دست دا غینا و روست تلاوت دیو دا غینا و روست چه منگو تاز و دند لرونو دفتر پلور مانی رزو کلا چه دفتر تراغ لمنو لومری سر که می تاز و ولی دلی همدارنگا نور همکاران می ولی دلن خوشحال شم دا چه ارا ورز کلا راشم و دفتر تا خپل همکارانو گروم واقعی سر چه خوشحالی کم یا انرژی انسان اخلی کنه. بله بله، انرژی مثبت آدم میگیره. او درنو لیدون که دا ژوندون سحر خپرونه ده تاسو هم را سر خپرونه که پاتی شئی و گوری چنان بخپرونه که منگا چوک چوک لروز من سر بخپرونه که چوک میلمدی او ده چه پاره منی منگا غگیگو او یعنی زمنگا آغا موضوعانی چه دیو کم کم شخصیتون نن پا خپرونه که تاسو را بله لیدیو ترسو تاسو هم و پایگای تاسو سر هم اشنا شئی. نو درنو لیدون که کول شئی چی ده نهونه یعنی تر لاسو پوری کول شئی چی زمنگا خپرونه ده ژوندون سحر خپرونه پا ژونده بنا ده ژوندون سحر و گوری. بله هیله جان، برنامه ما برنامه لایف است. تا یک ساعت ما هیله جان در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز، یک چیز دیگر که میخواییم برتان بگویم، صبحانه همیشه نوش جان بکنین، چون صبحانه ذهن فکر انسانه یعنی قوی تر میسازه. همیشه صبحانه نوش جان بکنین و انرژی مثبت میگیرین. در این برنامه خود موضوعات مختلف داریم، مهمان های عزیز داریم که یکی از مهمان های ما سمیه جان عیار هستن، روانشناس هستن و همچنان هیله جان. دیره منه نکومه رحیمه جان دا چه ملمه دی معرفی کړله دوستانو ته. بل دوستانو نن زموږ سره په خپرونه کې سمیا عیار راسره ده چې د ډاکټره ده، یعنې روانشناسي ډاکټره ده. نو نن زموږ سره په خپرونه کې سمیا جان ده او درته نه مخکې باید سمیا جان ته سحر په خیر هم ووایو، تر څنګ یې ښه راغلاست هم باید خپرونې ته ورته ووایو. سمیا جانې، خوشحاله یم دا چې خپرونه کې راسره یاست. یو سحر مو په خیر، ستړي مو شئ. سلام به شما و همکار خوبتان و همه بزرگوارایی که از صبح ژوندون بیننده برنامه زیبای شما هستن و خوشحال هستم که امروز کنار شما هستم و در خدمت همگی هموطنان عزیزم. ډېر زیات مننه کوم. موږ هم خوشحاله یو سمیه جان دا چې ستاسو سره خپرونه کې یاست. یو وایم چې تاسو زموږ سره خپرونه کې یاستئ. ان شاء الله چې لیدونکي به هم ستاسو په اړه باندې زیات پوهیږي. سمیه جان شما را خوش آمدید میگم. همچنان صبحتان بخیر. صبح چگونه شما آغاز کردید؟ سلامت باشین. صبح ما زیبا بود. زیبایش از آنجا آغاز میشه که نظر به مناسبت های دینی ما و شما و فرهنگی ما و شما که خواندن نماز هست، تلاوت قرآن کریم است و گرفتن صبحانه که خیلی کمک میکنه، انرژی جریان روز تامین بکنه. بعدمیش هم متحد شدیم برای از اینکه بخیر به حضور شما برسیم. خیلی روز زیبا. مننکم سمیه جان. زنده باشین سمیه جان. میم در مورد شما خود دکتر موفق هستین، ما خبر داریم. در مورد از این برای ما بگوین که روانشناسی چی هست و چی شاخه ها داره؟ در رابطه با روانشناسی دیدگاه های متعدد وجود داره، اما از آنجا که یکی از رشته های پر کاربرد در هر بخش هست، در کل میشه یک تعریف مشخص تر ازش داشته باشیم.
علم رفتار را به نام روانشناسی یاد میکنن که این رفتارها نظر به موقعیت ها، نظر به شخصیت ها در ابعاد مختلف متفاوت میباشه. پس علم روانشناسی منحصر هست به رفتارها و عملکردهای فردی و شاخه هایش متعدد هستند. یعنی ما در بخش روانشناسی عمومی داریم، پیداگوشی داریم، روانشناسی بالینیات کلینیکی داریم، روانشناسی کودک، نوجوان، هرچی بیشتر روش چرخیده شده و کلیتر هستن. اما معمول هاش که بیشتر مردم امروش در رابطه هستن و این نوعی هستن که بیان کرد. سلامت باشین سمیه جان. سمیه جان، لکه سنگه چی منگا اوپویدو کنه چی تاسو دو روانشناسی داکتر یستی؟ ولی زنی کسان پا دی دغنق یعنی پروانی ناروغی منیخته کیگی؟ زنی کسان منگو تاسوی گورو گو چی پروانی ناروغی منیخته باعث چه باعث کیگی چی دی پا دغن تکلیب منیخته شی؟ کسایی که با امراض روانی مبتلا میشن اینا حتما دو تا علت می داشته باشه. یک علت از این جنتیکی هست، یک علت از این کسبی هست. اوناش که جنتیکی هست اونا رو از مادرشان می گیرن، مثلا معیوبیت می داشته باشن، مثلا کم هوشی می داشته باشن که اینا تداویشان ناممکن قلم داد شدن. اما یک تعداد از امراضی که کسب میشن عوامل متعدد داره، فقر هست، خشونت هست، ازدواج های اجباری هست و همچنان مهاجرت ها هستن که هر کدام از اینا نظر به اینکه ساختار روانی فرد چه قسم است بالای عملکردهاش تاثیر منفی میگذاره و شخص نمیتونه روند عادی زندگیش با پیش ببره. ادیر خواه سمیه جان، شما از ازدواج های اجباری یاد کردین. در جامعه ما فعلا کمتر شده، ولی گذشته ها که بود ازدواج های اجباری زیاد بود، در بدل دختر داده می شد، دخترها زیادتر شانمی مشکلات داشتن. تاثیرات از این چقدر است؟ تاثیرات ازدواج های اجباری چند فیصد است به تکلیف روانی؟ در رابطه با این که ازدواج اجباری چقدر می تونم شخص سیستم زندگیش مختل بسازه و بالای روانش اثر بگذاره، میشه گفت که آنقدر اثر گذاریش زیادتر است که نزد به هر نوع خوشینت هایی که ما بررسی میکنیم آمار ارقامش به مراتب بیشتر هست. فرد یک کار دوست ندارن، نمیخوای جبران سرش میقبولونن. شما فکر بکنین که چیزی را دوست ندارین بخورین، باز او چیزی را که شما دوست ندارین و او چیزی را بخورین، حتی سیستم بدنتان برش پاسخ مثبت نمیده، مریض میشین و نیاز است که برین شبخانه و خود درمان بکنین. حالی ای که میاین جبران این را داخل رابطه میسازن که باقی سرنوشت شکل میتن، معلوم دار هست که اینا شبها را بیدار میمونن مکمل، روزها را خواب میشن، فعالیت های روزانیشان نرمال نمیگذره. حتی که نسل از اینا به بار میایم تخمین زده میشه که نسلشان هم سالم نیست و مشکل داره. چرا؟ چون یک فشاری که باعث شده باشه ما داخل یک جبر ادامه زندگی شویم، بازخورد از او هیچ وقت مثبت بوده را میتونه. باز اینجا هست که ما بیان کرده میتونیم که شخصی که روانشناسی را عمل کردهایی که بالاش اثر گذاشته و مبتلا به امراض روانی شده به بار آورنده نسلی هست که اونا ارسی امراض روانی را گرفتن. یعنی از لحاظ جنتیکی اثر میکنه. سمیه جان، در بدی معنی چی؟ یعنی در روانی تکلیفونه چی در ارسی هم که دلش؟ یعنی ادیر خواه درانلی دون که خبرونه که رست سمیه جان رست را داو تاس هم رست را خبرونه که پاتش خبرونه هم دو جوندون سهر خبرونه دو کولشه چی دنه هونه ای تر لس با جونده بنا هم درانگا سمیه جان خبرونه که رست را دا تر چنگ رست را رحیم جان هم دو زمان سره او گرده چی خبرونه که مثلا دکتر سه پنور کم موضوعات و منغه گیگی مثلا دی من خود تاسو پویدلی چی څه باعث کیږي چې دغه موږ تاسو په رواني تکلیفونو یا ناروغۍ باندې اخته کیږو؟ د دې تر څنګ چې مثلا څه باعث کیږي، څنګه کولی شو مخه یې ونیسو، یا همدارنګه کمی نښانې لري، په دغه به هم راسره ډاکټر صاحب غږیږي. خب افراد که به مرضهای رواني مبتلا هستند، نشانهشان یا عملکردشان کدام چیزها هست؟ از کدام بشناسیم که یک فرد به مرض رواني مبتلا شده؟ کدام نشانه ها و عواملش خوب بر ما پیشتر گفتید؟
نشانه های یک فرد روانی کلانتری نشانیشی هست که انزواگرا هستن، خانواده خوشحال نمیه، گوشنشین هستن، گوشنشین هستن، خانواده خوشحال نمیه، به موقع غذا خوردن خوششان نمیه، یعنی کم اشتها هم هستن، غذا خوردن هم خوش ندارن، بیشتر با خود هستن تا دیگران. از لحاظ علایق که مثلا معمولا هر تیپ طبقاتی که در جامعه هست، جوان را دوست دارن، کودکا را، میان سالا میان سالا را. اما شخص روانی کسی هست که با هیچ کسی رابطه برقرار نمی کنه، نهایتش همچو اشخاص در شرایط فعلی مبتلا به اعتیاد الکترونی میشن و مکمل مصروف موبایل هستن، شب روز برنامه ورزشی برشان ندارن، برنامه مطالعه ندارن، کار زندگی هیچی سازی رو ساخته نیست. بله، شما از الکترونیکیات کردین، دیروز تمام آنتنای موبایل اینترنت ها بدون از وای فای قطع بود. من با یکی از دوستای مسج کردم، گفتم چطور گذشت روز بدون اینترنت؟ آیا با خانواده آشنا شدی؟ خوب مردم بودن نبودن؟ تو را شناختن نشناختن؟ یک مذاق هم کرد، گفت بله من را شناختن، ولی سر روی ریش بعض آنها صفحه شده، یعنی اینقدر آدم مصروف می سازه. گرچی به مذاق هم گفت ولی تأثیرات داره، زیاد مردم ما بر امی موبایل اینترنت زیاد مصروف هستند و فعلا همتر است، یعنی او بالکل انداسی نن سما مونږ تاسو ګورو چې زما ټول ځوانان چې دي کنه موبایل دی هم ډیر مصروف پي پام دغه سرمانی، حتی ځوانان خو پرېږده د ماشومان چې دي هغه دغه مثلا موبایل لاس کې راخلي، ویډیوګانې دي، گیمونه دي، کنه ټول دې تر دې په ځای چې هغه خپل درسونه وایي، کنه یعنی د نو په نور د لوبو وسایل باندې په دې سيزونو باندې مصروف کو، هغه ته په لاس کې موبایل ورکول کېږي. یعنی زما ګو تاسو دغه خويندې چې یو يم چې مين دي چې دي هم په دغه برخه کې وایي، ته وایم چې لکه څه مقصر دي په دې چې ماشومی جاری دی بده چې هغه ته یو د لوبو یو وسیله ورکی، هغه ته موبایل زر پلاس کې ورکی چې دا ماشوم زمونږ استاسو غلې شي، زه یو د کور یو کار باندې مصروف شم، یا یو کور یو کار وکم، نو دغه یعنی تاسو چې لکه څنګه چې دونکو ته ویل دغه یعنی منفي تاثیر لري، چې د دې نه باید ماشومان هم موږ لري وساتو. او سمایا جانې کو دا راته تاسو وایي چې زموږ په ټولنه کې کم قشر مثلا په دغه وایم چې رواني تکلیفونه یا ناروغۍ باندې ډېر اخته دي، نارینه دي که ښځینه دي، که ماشومان دي، که مثلا هغه کسان چې عمرونه غټ دي؟ به صورت کل در هر جامعه که هر قشر بیشتر باشه، به مراتب عوارضش بیشتر هست. جامعه ما شما نه تنها که به صورت کل نفوس طبقه اوناز در سطح جهان بیشترین است، الحمدلله در کشور خود ما و در جامعه خود ما شما نفوس اوناز بیشترین است، واسه یک تعداد از چالش هایی که وجود داره، مخصوصا اینا ادامه تحصیل کرده نمیتونن چون قشر اوناز بیشتر هست، اکثریت چون خانه هستن و همگی اینا آسیب پذیر هستن از همراز روانی و همچنان ذکوری که اکثریت چون مثلا معلول و معیوب می باشن، اینا هم متاثر هستن. کودک ها هم چون انسان های جامعه را نمیشناسن، نه به دنیا آمدن، نه آهسته آهسته میخواین بشناسن، اینا هم آسیب پذیر هستن. اگر که کاتگوری کنیم در قدم اول اکثریت خانم ها از آسیب های روانی بهره مند هستن، بعد امیش معلولین و معیوبین کشور ما با تعصب جنگ زده هست، از طبقه ذکور و ناس شامل میشن، اکثریتش باز ذکور هستن و ادامه هم کودکایی هستن که هنوز از اجتماع خیلی چیزا را یاد نگرفتن چون ردیسی نشان پایین است. بله، معلولین و معیوبین افراد اشخاص هستن که در جامعه بیشتر اذیت میشن، چون به نظر من، به نظر شخصیم، یکی از تکلیف های روانی امی باشه که زیادتر اذیت میشن و به مرض های روانی مبتلا میشن. هم درست دکتر صاحب؟ بله، همیشه هست. خب، بیشترین افرادی که به مرض های یا تکلیف روانی مبتلا میشه کدام افراد هستند و در کدام سن هستند؟ سن به معیار بوده نمیتونه، به دلیل از اینکه ما گفتیم یک تعداد ارسی به بار میان از لحاظ روانی، یک تعداد هستن که در یکی از مرحله سنی عمرشان دچار یک اختلال میشن. مثلا در ردی سنی 14 سال هست، خانوادش تصمیم میگیره از قندار برن جلال آباد، تغییر محیط سرازی تاثیر میگذاره. اکثریت کسایی که به اختلال روانی
مبتلا میشن اون کاتگوری زیاد بین رده های سنی 15 تا 35 سال هست که ای هم هورمونا رشد کرده میرن هم شخص قدم به قدم داخل اجتماع شده میره و کنارش با چالش های متعدد مقابل میشه. مثلا مکلف است که باید وقتی مکتبش خلاص میشه باید بره دانشگاه. اگر که موفق شوه خب خیلی دستاورد هست، اگر نشه خب این زندگی هست. گاهی ما موفق میشیم گاهی ناموفق میشیم، ناموفقیت ها ما را باید استوارتر بسازن. اما شخص اگر اعتماد به نفس نداشته باشه، عزت نفس نداشته باشه، همین عدم موفقیتش در کنکور باعث میشه که از همگی دور شوه. نگه من دیگه چهره ندارم به پدرم ببینم، من چهره ندارم به مادرم ببینم، من یگانه بچیشان بودم که تمام پول در اختیارم قرار دادن، پس به اون خاطر من دیگه هیچ روی ندارم. این صحنه هایی هست بین 15 تا 45 35 سال که انسان میتونه خیلی از موفقیت ها را هم به دست بیاره و خیلی از شکست ها را هم تجربه کنه. دکتر صاحب، شما در رابطه به امتحان کنکور گفتین که آرزوی بیشتر جوان ها همی کامیاب شدن به رایافتن به پنتون است و حتی ما تو اشخاص را دیدیم که در پنتون کامیاب نشده دست به خودکشی زده. این اختلالات است که در جامعه ما به وجود آمده، از امی که به گفته خودتان فرد بزرگ خانواده است، پدر مادر بالایش مصرف زیاد کرده، از این نمیتونه که یعنی پیش روی کسی قرار بگیره دست به خودکشی زده. او رحمه جان بالکل انداسی دا مثلا ډیره کسان هم داسې دي چې کله چې کامیاب شي نه یی خپل هدف ته رسیدلی نه دی یو ډول نو امید کیږي او حتی ځان وژنې هم کوي. موږ تاسو هم د دې پیښو ډیر شاهدان یو چې دغه پیښې ډیرې رامنځته کیږي او هم چې رامنځته شوې دي. او ځینې وختونه مثلا یو هغه کنه چې کانکور امتحان شي، ځینې داسې نور مثلا ډاکټر صاحب چې مخکې هم اشاره وکړه باری ودونه انجونې به زیات وخت هم دغه کارونه ته لاس اچوي، کنه نارینه دومره نه لکه انجونې چې زیات وخت همداسې کیږي، نو مثلا یو چاته ورکوي اجباري په زور ورکوي. دا ډیری وایي چې زه نه کوم نه کوم، اما هغه چې ورکړي بله ورځ هیڅ ځان وژنې کړې وي دغه پیښې یعنې ډیرې کیږي. او درنو لیدونکو، ډاکټر صاحب هم راسره خپرونه کې راسره ده او تاسو هم راسره پاتې شئ. دا چې خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب مثلا په نورو په کومو موضوعات باندې غږیږي، ډاکټر صاحب دا کوراته تاسو وایي چې دغه رواني تکلیفونه چې دي کنه، آیا دا کوم ځنګ یا کوم چې کوم رواني تکلیفونه دي چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډېرې کسان پیښ تدې، آیا جلا دي کنه یو مشخص دی؟ په نظر به خود فرد مرض رواني فرق میکنه. معمولا جامعه ما شما با مسائلی که نام گرفتم، خشونت های خانوادگی، ازدواج اجباری، افسردگی، استراب، معمول ترین امراضی هست که جامعه ما شما مخصوصا قشر ناس امراضی مقابل هستن. و این مریضی ها باز هم تاکید میکنم که نظر به ای که فرد کدام جایگاه را داره فرق میکنه. یک دختر خانمی که دختر اول خانه است، مریضی روانی از اون متفاوت است با وجود از یک پدر مادر هستن، نسبت به او خواهری که خرد خانه هست فرق میکنه. مثلا خواهر بزرگ بسیار ویژگی های منحصر به خودش داره، مسلط هست و هیچگاه اجازه نمیده هر اون بستی که از بیرون براش آورده شده خوردنی باشه و پوشیدنی باشه، میگه که اول سهم ما است. یعنی یک حالتی دارن که از همه چیز خوب به خود میخواین، یک پسندیده نیست. باز خواهری که خورد است میخیر، من کسی هستم که از همی سن سالم تا که بزرگ هم میشم باید هر چیزی که باقی ماند، یعنی به اصطلاح اون پس مانده ماند، باز او از آن ما باشه. در حالی که شکل نیست، یکی از قلت داشتن وسایل خوب تشویش میکنه، یکی ای که همه چیز بهترین است ما باشه که هر دوش ناسازگار هست. نظر به جایگاهی که ما در ردی چندم خانواده خود دختر هستیم یا پسر هستیم، نظر به ای که دستان در چندم درجه هستیم، نظر به ای که در دفتر در کدام درجه شغلی هستیم، هر کدامش حالتاش فرق میکنه. درنو لیدونکو، تاسو واوریدل وم کتل چې خبرونه کې راسره سمیا جان ډاکټر سمیا راسره دا واغې ویل چې د رواني تکلیفونه چې دی، د رواني ناروغي چې دی، دا په هر یو کس کې یعنی مشخص نه دی، دا متفاوت دی. لکه څنګه چې انسان متفاوت دی، همداسې دغه تکلیفونه هم متفاوت دي. نو واقع سره ما هم رنگ رنگ خلک لیدلی، موږ تاسو داسې ډېرې کسانو سره ناسته ولاړه مسکلیا دوستان لرو، خپل خپلوان لرو،
نو یعنی واقع سره چې دغه مثلا منګه یو زیکی وسیدلو از منګه همسایو زمنګه همسایو نو هغه چې ده نارینه یې البته نارینه چې هغه یو ډول تکلیف لرو لاس پر چینځو یو د په وینځو دویم د په حتی یو پنځوس شپېته نوې مغه لاس چینځل واړه ول همداسې وینځو خوند به نه ورکوو نیت به نه صفا کېدو چې مثلا یو دفعه دوه دفعه به وینځو خوند به نه ورکوو بار بار بیا خپل لاس وینځل دغه هم په رواني یعنې تکلیفونو یو ډول دی کنه وسوسه فکري هست نو لیدونکو تاسو هم واورېدل چې متفاوت دی یو پارې انسان کې او داسې انسانان متفاوت دي همداسې تکلیفونه هم متفاوت دي ډاکټر صاحب شما بگوین که ما باید چی کار بکنیم که از تکلیف های روانی دور بمانیم یعنی مبتلا نشیم فردی که در خانه ما هست فردی که ما امروش رابطه داریم فردی که ما دوست ما هست در چهار طرف ما هست چی گونه باید کنیم که به مرض های روانی مبتلا نشیم مرض های روانی کاتگوری های متعدد دارن قبلا که گفتم بخاطر جلوگیری از این که ما مبتلا نشیم راهکارهاش هم متفاوت هست این شکلی که ما فعلا در خدمتتون هستم نیست که من کامل ترین صحتمند ترین انسان هستم بله. ممکن ما داشته باشم مشکلات زندگی ما چالش هایش این شکل هیچ زندگی بی مشکل نیست نیسته بله و فرق میکنه نظر به اینکه کدام تکلیف شخص داره با راهکارشان فرق میکنه به صورت کل اگر راه حل داشته باشیم ما به عنوان دکتر روانشناس وقتی خطاب میکنه که من مشکلات زندگی دارم خوبترین نحوی عمل کرده و امرای مشکلات روانی این هست که یک تعدادش قابل حل هستن حل میشن یک تعدادش قابل از این هستن که ما سازگاری ایجاد بکنیم باید سازگاری ایجاد شود یک تعدادش هستن که با دارو درمانی یا دوا تداوی میشن که مرحله آخر تداوی مریض های روانی هست واسه میشه دارو درمانی بکنیم و هر قدری که انسان چون جامعه ما شما جامعه فقیر هست معمولا به خاطر مریضی خود هیچ خانواده تو ای که به سرحد مرگ نرسه پیش دکتر نمیره با بله اما آن چیزی که کمکشان میکنن ای که برشان از بزرگی ها و بخشندگی های خدا گپ میزنیم خیلی قناعت شان میتم وقتی برای ما مریض میگه ما مشکل داریم میگه بندازی ما هیچ کس دیگه مشکل ندارم میگم چقدر است مشکلت مادر میگه اینقدر است میگم نه شاید زیاد کلان باشم خب کلانترش ساخته میرم میگه بندازی ما هیچ کس مشکل نداره و بسیار مشکلم بزرگ است برش میگیم که مشکل بزرگ است یا خدا باز چون اعتقادات ما باورهای ما و مهربانی هایی که ذات حق در حق همگی با شما دارم و به نحوی دنیا را به سری ساخته که امتحان کنم که کدام ما بین خوبی و بدی عمل کننده هستیم باز با این موارد میتونیم که مریض های روانی را تحت درمان قرار بدیم بله رایلی دنگو خبرونه که را سر دکتر سمایه را سر خبرونه هم کولی شی چی در لس باجو پوریز من سر او گوره سمایه جان دا کراتا وای چنگ کولی شو چی دا ناروغه و مثلا دا روانی ناروغه و درمالی نی چنگ کولی شو چی ویکلو تداوی مریض ها وقتی ما تاریخچی شانه میگیریم اگر که تاریخچی کمتر داشته باشن مریض ما 3 ماهه باشه 6 ماهه باشه توسط جلسات روان درمانی تداوی میشه مشکل مریض شناسایی میشه بعد از اینکه مشکل مریض شناسایی شد ما برشان علم روانشناسی یک ویژگی منحصر به فرد خودش داره که بیشتر ترجیح میتن گفتاری درمان کنن و تداویش دوام مدت است این مدت زیاد ضرورت است که او فرصت برش گذاشته شود باز خوبیشی هست که خیلی اثرگذارتر است شما در مقابل دوا حتما اگر یک قسمت بدنتان خوب شود اگر قسمتش از خود عوارض جانبی داره عرض علای میته که همچون دوایی را گرفتی مثلا دوایی که برای میده کمک میکنه پوکی استخوانه به بار میاره باز دوایی که پاها را کمک میکنه میده را نازکتر میسازه و تکالیف میدوی ایجاد میشه باز تداوی مریضا بیشتر از خود روانشناس مربوط به خود مریض میشن این ما پیش هیچ مریضی نمیریم که بیا تو مریضی روانی داری بیا که تداویت کنیم و جامعه چون سطح آگاهیشان پایینه هست اکثریت مردم وقتی برش بگی تکلیف روانی داری میگه من دیوانه نیستم چون داری ما قضاوت میکنیم ما میگذاریم وقتی مریض به ما مراجعه میکنه برش میگیم که مشکلی که تو داری ما هم دار تجربه ایده که تو کردی شاید تخترش هم کرده باشه چون باید محیط ایجاد شد که نسبت به ما اعتماد کنن و قضیهشان را برای ما شریک بسازن برشان راه حل بیان کنیم باز وقتی قضیهشان بیان میشه برای ما برشان کلینیک فایل ثبت میکنیم
باز برشان میگیم که این خودت تصمیم گرفتی که تغییر بکنی، خودت تصمیم گرفتی که مثلا مریضی دروغ گفتنت تداوی بکنی، مریضی غیبت کردنت یا مریضی وغزای کردنت تداوی بکنی. این چیزی هست که آمنسان هم دارن، هیچ وقت خودشان مریض نمیگن، در حالی که دروغ گفتن یک مریضی هست، غیبت کردن مریضی هست، وقت ناشناسی یک مریض مریضی هست. باز میگن که درست است، باز من برشان پارچی را که مثلا در یک هفته سر رفتارای خود کار کنه برشان تقدیم میکنیم، مثلا در تداوی دروغ نگفتنشان برشان میندازیم که هیچ وقت بی‌وضو نباشه. بی‌وضو نبودن کمکش میکنه که وقتی موضوع دارم، موضوع کسی میداشته باشه که نماز میخونه، یک نمازخوان دروغگو نیست، باز همون را برشان نوشته میکنیم. مثلا برای غیبت نکردنش پیام میمونیم که هرگاهی مادر خانم برادر خانه نبود، مادر میخواست درباره خانم برادر یک موضوع بد شریک بسازه، تو همزمان با امو کار یک صفت از خانم برادر تا بکن. چرا؟ چون هیچ انسان مکمل مثبت نیست، هیچ انسان مکمل منفی نیست. باز اوی راهکارها هست که اونا را کمک میکنه. دیر من نکمه دکتر سیدا شخبراوان که رسره ای واقعی است جی سلسل سره بخبر خبر روی سو پینو شروع چی بله ما به نظر چی رحیمه جان وست هم یو لند دمال رو ما به نظر چی سمیه جان سبر هم خود پمانی کم سمیه جان پر رسته یکی سا پیغام بد سوی لیدون کتا و لیدون کتا پیام هم با همگی مخاطبین خوبه تلویزیون جهانی جواندون این هست که زندگی فراز و نشیبش داره. خیلی زیباترین هست که با فراز و نشیبش ما سازگار باشیم. نعماتی را که خداوند جل جلاله بدون پیشینی عمل بر ما لطف عنایت کرده که صحتمندی ما هست، مغز ما، قلب ما، دست، گوش، با چشم همه گیش کار میکنن، از اینا استفاده های درست بکنیم و چشم ما زیبایی ها را ببینه، گوش ما زیبایی ها را بشنوه و اعضا و اندام ما به خاطر خدمت کردن به جامعه خیلی مشتاقانه و پیگیرانه کار بکنه. بخیر باشین، سلامت سلامت باشین، خیلی خوش آمدین دکتر سید. بینینده های عزیز فداریم، دوباره برمیگردیم.